Daniel. Roberto Mancio. Ci sei? No, Roberto vai, ti faccio Mancio. vedere. Bello, bello. Surut bar کلیه مرتدین و مرتدات. خوبی؟ سلامته؟ مرسی مرسی، خوبی؟ شما بگو. بابا مرسی. چی؟ آرمین لختش قشنگه. ارز فهم. کنم خدمت، میخواستم چی بگم؟ میشه همینجوری من حالتون بپرسم؟ برای تولد روز میلاد من ترجیح میدم استفاده کنیم، لفظ فارسیش روز میلاد قشنگتر از تولد. بعدم که شما یه دارید باش. بعد 50 سال ها نمیدونم 150 سال دیگه زحمت میکشه، تا این آقا امام زمان قراره بیاد نجاتمون بده. آخه بس آقا امام باش. زمان که بیاد ما هممون کشته میشیم دیگه، میبینیم زیر پای باش. اسبش، سم اسبش، نمیدونم خون میرسه تا زیر شکم کرولاقش، نمیدونم این صحبت ها. من خدایی هم که اومده بود گفت نظام سرمایه داری اینجوری، نظام سرمایه داری اینجوری. شما تمام این پیشرفته هایی که میبینید حد اکثر حد اقل 70% مدیون همین نظام سرمایه داری هست. وقت شما میگید مالیات باید گرفته بشه از پولدارا داده بشه به فقرا، من نمیدونم آخه از پس فقرا یا قشر متوسط نباید مالیات بدن؟ مثلا یه عجیبی یه حرفای، یعنی از اون ور بام افتادنه به نظر من. یعنی شخص از فکر شخصی من که از اون موضوع بحث به نظر من اینه که آیا ما به دو تا سیستم مالیاتی مختلف بهش اعتقاد دارن بعضی های. یکیش هست flat tax rate یا progressive tax rate. خب flat tax rate یعنی اینه که همه به مساوی به اندازه هم 1% خاصی رو مالیات میدن. خب و این یک نظریه است. این نظریه دیگه وجود داره که به عنوان progressive tax rate، یعنی شما ثروتتون هرچی بیشتر میشه فقط مقدار مالیاتتون بیشتر نمیشه، درصدش هم میره بالاتر. و اینو خیلی ها به این اعتقاد دارن، مثلا که یعنی همه مثلا همه 20 خیلی درصد بهش نمیدن. اعتقاد دارن که شما که میشه یه ظلم به اون کسی که سرمایه داره. شما نمیتونید درصد، مثلا مرس فرض مثلا یکی 1000 تومان داره، یکی 10، یکی 100 هزار تومان داره. شما قاعدش اینه که از هر دو طرف درآمدشون مثلا فرض مثلا 5% درآمد دیگه. من اینجوری عادلانه تر میدونم، نه اینکه اون که 100 هزار تومان حالا در آورد بیام حالا مالیات اونو بکنیم 20%. این به نظر من غیر عادلانه تره. این غیر عادلانه رو اگه منم فکر میکنم برای جلوگیری از تمرکز قدرت باید به جای اینکه دولت یه پروگرسیو تکس ریت داشته باشه، منم موافقم با شما، باید مونوپولیا رو بشکنه. من فکر کنم نقش حکومت در حقیقت شکوندن موزل درست کاملا با شما موافقم، ببخشید صحبتم قطع میکنم. اساس جلوگیری از تمام این تکنولوژی یا اساس جلوگیری از تمام اون کسایی که خودشون بهشون مظلوم میدونن در حقیقت همون مونوپولیه، یعنی انحصار طلبی و انحصارگرایی در همه چیز. یعنی دنیای الان ما میگیم دنیای آزاد، ولی مثلا مثلا کشوری که من زندگی میکنم تو جمهوری سابق شوروی که اصلا کلا رسما انحصارگراییه، یعنی انحصار صنایع خیلی چیزا دست آدمای خاصه راحت. تو دنیای آزاد هم که میکنه اون شرکت های بزرگ وقتی اونقدر قوی میشن خواسته یا نخواسته، خواسته یعنی خواسته، اکثرشون خواسته ایجاد یه جور انحصار دول تولید میکنن. یعنی اون کسایی که ایده های جدید، طرحهای جدید، فکرهای جدید دارن اجازه وجود نمیدن، اونا رو یا لهشون میکنن یا میخرنشون به قیمت ناچیز. یه چیزی هم بگم، یه بگو. ما دو تا هم عقیده ایم جناب آقا. بله من هم عقیده است، اتفاقا منم بر اساس آره. با سند ما یه چیزی هم که متو تیشرت تو بکنی. سرخه، تیشرت من چیزه مشکیه. بس من فرمونی این اشاره به انقلاب سرخ و سیاه بود. آره دیگه ما جزء ارتجاع سرخ و سیاهیم، شما ارتجاع سرخی، من ارتجاع سیاه. ارتجاع سیاه آتیستی.
من رنگین کمانی میشم، من هفت رنگم. رنگی کمان، همین رنگین لازم کمان که داشت. دور سیاه کجا تو تالا تو رنگین کمان بوده؟ رنگین کمان سیاه دیدی شما؟ من یه خب چیز به هر حال کوچیک براتون اشاره آرزو کنم، موفقیت میکنم جانم. ممنون ممنون. نه من فقط اشاره بکنم که شما دارم اگه کشورهای لاتویا، استونیا و لیتیونیا را نگاه بکنید، از همین اصولی رو که ما اینجا تبلیغ میکنیم، مثلا فلات تکس ریت، کوچیک کردن حکومت و اینا، توی چندین دهه گذشته استفاده کردن و از کمونیستی که در اومدن این کشور، این کشورها به شدت رشد کردن. یعنی این به کشورها شدت الان رشد، اخیراً علت رشد کردن و رشدش رو بیان میدونه چی بوده؟ بذار تو بگم، مثلا من تو اونجا بگو زندگی کردم، بخاطر اون بهت میگم. یک، اونا اصلا از اونا آلمانی تبارن، درسته که جلوی روزی جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن، ولی در عکس آلمانی تبارن، اروپای یعنی تبارشون به اسلاو چیزا، به همون چی بهشون میگن، نیمه ات آریایا، نزدیکتر تا نه آریایا ایران ها، آریایا ایران اصلا یه چیز دیگه است، اونو حساب نکن، نزدیکتر تا اسلاوا، خیلی قانون پذیرن. و از طرف عزیزی دیگه به شما کمک، نژادشون هیچ ربطی نداره، به میدونم، نژادش نه ببینید کار به نژاد ندارم، یعنی نوع رفتار نگیم زندگیشون، نه آره، ولی خب عذر نژادشون میخوام، عذر میگه میخوام، من عذر میخوام، اون مسئله منظورم نوع رفتارشون، یعنی به رفتارشون از زندگی به اروپای مرکزی بیشتر نزدیک تا رفتاری که اسلاوات خودشون نشون میدن. و از طرف دیگه شما کمک های پشت پرده اروپا را به اونا در نظر بگیرید، یعنی متوجه، خیلی کمک های اقتصادی زیادی بهشون شده. یعنی شما یه دربار مسئله هست، البته IMF پول اومد روی بهشون، IMF اومد بهشون کمک بکنه، سیاست هایی که استفاده کردن انقدر مفید بود که حتی نصف اون کمک ها رو لازم نشد استفاده کنن. یعنی سیاست های خودشون هم در نظر بگیرید. اونا مثل آلمان ها دقیق این کار میکنن، چجوری بگیم، دقیق کار میکنن، دقیق، آدم های دقیق، آدم های تمیز، آدم های درستکار، دروغ نمیگن کلن، یعنی یه جور فرهنگ خاصه به خودشون هن که اصلا تو جزء جماهیر شو وسته، چی میگن، وسته خب ناجوری دانیل ما بودن باید در بریم. تنه. آره موفق باشید، نس ممنون، مرسی درود دانیل جان، بفرمایید. استفاده کردیم از خنده‌هات، هم خیلی نیلوفر و بقیه تو لایو چت خیلی لذت بردن، خیلی خوشگنده گفتن، قربان، موفق مرسی باشید. فعلا، خدافظ.